به نام خداوند یکتا مهربان و تندارای عزیز، بریندای خوب شبکه جهانی آریانا، آریانا نیوز و وطندارای ما که در 93.5 همین لحظه صدای ما را بگونه زنده شنونده هستید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. من نمی فهم که بگویم که به این گزارش ما خوش آمدین یا خوش نامدین. به دلیل ازی همه قسمی که همه شما در جریان هستین، یگانه بزرگ مرد سینمای افغانستان استاد عبدالاحمد خاکسار که معلم ما بود، در پهلوی ازی که در سینما کار میکرد، در پهلوی ازی که تدریس میکرد در مکتب، از این دنیا رحلت کرد. خداوند مغفرتش کنه، جایش بهشت برین باشه. اگر بگویم همه ما شرمنده هستیم، همه ما کم هستیم، یک شخصیت بسیار مهم، یک معلم ما در کنار ما از این دنیا رحلت میکنه و ما کار کرده نمیتونیم. باور بکنید، ما وقتی که میامدم طرف گزارش، در با خود میگفتم ما چه رقم طرف فامیل ازی ببینیم. بیایم قدری که دیگه ما را بدانیم، بیایم کسایی که واقعا مریض هستن، کسایی که زندگیشون خوب نیست، حداقل کمکشون بکن. به هر صورت، ما فقط به خاطر ادای احترام و عرض تسلیت آمدیم به خانه استاد عبدالاحمد خاکسار و فرزندشان هم همینجا هستن. میخواییم هم برای فرزندشان یک چند کلمه صحبت داشته باشم از اینکه چگونه استاد از این دنیا رحلت کرد و ما و شما را تنها مان. خیر باشه. به هر صورت خداوند مغفرتش کنه. بیاییم که بریم طرف. سلام، عرض تسلیت، خوب هستین؟ صحتتون خوب است؟ سلام، عرض تسلیت، بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ سلام، عرض تسلیت، زندگی سر شما باشه. صحتتون خوب است؟ سلام، عرض تسلیت، خوب هستین؟ عرض تسلیت، بخیر هستین؟ تشکر، سلامت. در کنار ما فکر میکنم پسر بزرگ استاد عبدالاحمد خاکسار است. بیایم امرایشون کمی صحبت بکنیم. اول خمی نام مکمل تانه برمون. اسم ما عبدالاحمد خاکسار، فرزند حاجی عبدالاحمد خاکسار، پسر بزرگ حاجی صاحب استم. بسیار زیاد تشکر از اینکه برای ما وقت دادین. میفهم جگرخون هستین، برای همتان صبر جمیل میخواییم از بارگاه عزت متعال. تشکر برادر عظیم، به شما خداوند در حسناتتان حساب کنه. همراه ما غم شریکی کردین، آمدین، یک جهان ممنون. سپاس از همدردیتان، از غم شریکیتان. ما در اول گزارش هم گفتم ما بسیار کم هستیم پیش شما. واقعا کم هست. تشکر برادر عزیزم، تشکر از رسانه های عزیز، همشان در روز جنازه تشریف آورده بودند، همه بودند. خداوند شما را حجر بده، چون همه ما شما میفهمیدیم که حاجی صاحب یک شخص هنرپرور و هنرمند بود و همه دوستش داشتند. خدا خیر بده، دوستا را همشان تشریف آورده بودند. ممنون از شما. بخیر باشین. استاد چگونه وفات کرد؟ میشم قصه از ایره برای ما بیننده بکنه؟ درست است برادر بزرگوارم، ما دین روزم گفتم حاجی صاحب روز تاریخ 29 اسد ساعت 4 دیگر بود که آمد، گفت همی پایکش هموطان ها میفهمید، همه ما شما میفهمیدیم که پایکش کمک درد میکرد چیز بود و دیگر کدام تکلیف حاجی صاحب نداشت. و همی ساعت 4 بجه بود که گفت همی دل ما کمک بیال بیال میشه و همی پای ما سستی میکنه. باز چون ما هم نخود خانه نبودم، برادر کوچکم همراه والده صاحب برده بودنش به شفاخانه علی آباد، شفاخانه علی آباد برده بودن، با شفاخانه علی آباد جوابش کرده بودن در بخش صدری قلبی ابن سینا که در اوج دکتر صاحب یاسین رحیم بود تا ساعت 12 بجه شب تحت مراقبت در ابن سینا بخش قلبی بود. بعد از ساعت 12 بجه شب، چون که حاجی صاحب گفت بعضی ها آمدن گفتن که سکته کرده و بعضی هاش میگفتن که ششای حاجی صاحب هاو گرفته، دفتن همه این چیزایی که من برای شما میگم دفتن برای حاجی صاحب میگفتن ششش هاو گرفته و
قلبش استاد نلکای قلبش بندد. خب صحیح تشخیص نشد. او ساعت 12 بجه بود که در بخش آیوسی بخش مراقبت های جدی شفاخانه صدری بودک تا به ساعت 6 صبح تاریخ 3 اسد سال 1402 حاجی صاحب ساعت 6 صبح دایی عجل لبید گفت با ما شما این دنیای فانی را ودا گفت خدا فیزی کرد. خدا هر مغفرت بکنه. من نمیفهم چی بگویم به دلیل از اینکه استاد همگی دوست داشت. استاد تو کسی نبود که دوست نداشته باشه. باور بکنین پیدا نمیشه. ایره بخی به زمانت میگم. هر کسی که دلش گرفته می بود یک دقیقه همراه استاد صحبت میکرد دنیایش دیگه میشد. بله. امه قسم بود کامل. بله حاجی صاحب ما شما میفهمیدین که حاجی صاحب چون یک شخصت هنری هم بود و شخصت علمی هم بود. حاجی صاحب استاد هم بود. ما شما میفهمیم که تمام عمر خود در راه مصدر خدمت برای فرزندان وطن در راه معارف تیر کرد و بعد از او که در هنر بود همچنان هموطنان ما شما را مشکلات جامعه ما شما را همیشه وقت به تصویر میکشید و همیشه وقت دوست داشت مردم خدا. همیشه وقت برای ما میگفت که حاجی صاحب میگفتم همه همکارا همه دوستایت رفت و خارج رفتن همه گی رفتن شما چرا نمیرین حاجی صاحب؟ باز اونا میگفتن که پسر بزرگم پسر عزیزم ما شما وطن ما شما سینمی مادر ما شما سینمی وطن ما شما خانه ما شما ما وطن خدا دوست دارم ما وطنهای خدا دوست دارم ما هیچ وقت هیچ لحظه هم وطن نای خود در اعلانات اعلان نمیتون و مردم خود رنجیده هستند. مردم ما بسیار زیاد چیز هستند. دوستای واقعیت یک شخص وطن دوست بود. بسیار تشکر. چیزی را که من میخوام پرسان بکنم که مرم خیلی واقعا ناراحت ساخت ای است که زیاد در صفحات اجتماعی هم دست به دست شد که استاد اقتصادش خوب نبود. کسی به کمک استاد آمده بود در این مدت زمانی که مریض بود، در بستر مریضی بود، به خصوص در اواخرها که با زیاد گله کرد از ناحیه پاک پایش درد شدید گرفته بود. کسی کمک کرد نکرد یا بیرون از افغانستان گفته بودند ببرین بر تداوی یا نگفته بودند دکتر صاحب؟ بله بزرگوار ما شما یک دفعه دیگه شاهد همه فوت حاجی صاحب بودن که بعضی ها انداخته بودند گفته بودن که حاجی صاحب فوت کرده بود و همین رقم انداخته بودن که دروغ بود او دفعه و به مو دوره ای که تیر شد همو دفعه بعضی رسانه ها آمد اما تو از طرف حکومت برید بگویم یا از طرف دولت بگویم یا تو کمکی برش نشد که کمک کرده باشند یا حاجی صاحب بست که خارج از کشور به تداوی رایی کرده باشند یا صدای حاجی صاحب دیگه از اوش ما زیادتر در جریان هم نیستم و بله به این خاطر برید بگویم که تا فعلا به دروازه حاجی صاحب از اراکین دولتی یا از کس از مقامات دولتی که من حیث یک هنرمند یا به حیث یک استاد که مصدر خدمت بود ریش خدا عمر خدا فدای این ملت و این مردم کرد در راه از این وطن تیر کرد تا فعلا کسی نیامده و خودش و بگویم که همکارای رسانه‌ایش و همکارای معارفش تلویزیون مکتبش آمده بودند و همه دوستایی که میشناختن علاقمند حاجی صاحب بودن در تشییع جنازه اشتراک کرده بودن همگیشون خیر برین. آخرین لحظه که وفات میکرد خودتونجا بودی پیامش گپش برای شما برای خانواده برای مردم کدام پیام گفت کدام چیزی برای خودت گفت؟ برادر عزیزم متاسفانه برات بگویم حاجی صاحب کردمی ساعت 6 دیگر یا 7 شام بود که در کوما رفت. ما گفتم که در کوما رفت تا به ساعت 6 صبح در کوما بود. کسی را نمیشناخت و با همراه کسی صحبت نکرد و هیچ ارمان به دل ما ماند که پدر ما بود. ما همراهش یک صحبت میکردیم، ازش یک مزرعه زندگی میخواستیم. متاسفانه ارمان به دل ماندیم، پدرک ما از پیش ما رفت، صحبت کردن نتانست و یک در آخرای لحظه صبح که ما والده صاحب در داخل اتاق شدیم که دکتر صاحب خواستن که بیا که قلب پدرت استاد شده. پیش از اون ما یک چکر در آمد، یک چشم خدا وا کرد اما صحبت نکرد دیگه، چیزی گفتن نمیتونه، صحبت کردن نتونست. از 7 شام تا 6 صبح فردا در حالت کما بود و کسی برید بگویم که در افغانستان در شفاخانه برید بگویم هیچی تو
هیچ تو کسی تداوی نیست در افغانستان که تشخیص صحیح باشه یک مریض که ببری اونا شفایاب شوند. بگویی بانه میکنن که ولی ما تجهیزات نداریم، مثلا ما ضعیف هستیم، اقتصاد ما خراب است. ما اول در یک شفاخانه صدری معمیره میگم که من حیث یک افغان، همه ما و شما افغان هستیم در این وطن، حق داریم. در یک شفاخانه عمومی کلان بین المللی یک ماشین سیتی اسکن، یک ماشین اسکری وجود نداره. برادر مریض در حالت کوماست، مرا میگن که شما اگر میتونید ایره بگیریم ببریم برای سیتی اسکن بیرو بکشین، اگر در آن فوت کرد ما تضمین نمیشیم. شما فکر کنین، در یک دیگر چیزی نمیگم زیاد دیگر، شاید از ما بعضی دوستایی که در شفاخانه باشه شاید آزرده شده باشه که بچه استاد چطور در مقابل ما یک پار ازد. و اما چیزی را که برات میگم، خدا حاضر و شاید از چشم دید خدا برات میگم، ما پشت یک امبولانس دو دفعه شعبه در شعبه گشتیم. یک کسی، یک هنرمنده که فکر کن که بسط دنیا همگی دوستش داشت، همه افغان ها دوستش داشت، یک کسی یک امبولانس نمیدادش که بگیریم جنازه را بیاری. صبر کن که فلانی نامده، باش که فلانی نامده، برو فلانی را بگو، برو فلانی را بگو. او برادرم این رقم خود نمیشه دیگه. ما معذرت بازم میخوایم از همه دوستایم، از همه هموطنایم، اگر کدام چیزی از دان ما برآمده باشه گفته باشم مرا ببخشند، چون حقتان است، حقتان است. در اون وقت هیچ کسی نورمال نمی باشه، پدر ما بود. ما اگر چیزی گفته باشم، بعضا از طریق شما، از تمام دوستای خود، از تمام هموطنای خود معذرت میخوایم که اونا ما را ببخشند. بسیار تشکر از استاد. چند تا اولاد به جا مانده؟ استاد دو فرزند داره و چهار دو پسر داره و چهار دخترک داره. فعلا در خانه که استاد زندگی میکنه کرایی است از خودش است؟ نه خیر، این خانه از خود حاجی صاحب است. خانه از خود حاجی صاحب است. در طول عمری که هنرمند بود، ماموریت بود، یک اینمی زندگی که جور کرده برای فامیل ساخت اینمی است که از برکت از اون ما فعلا اینمی خانه زندگی میکنه. خداوند مغفرتش بکنه، حداقل یک جای خوب برای بود و باش برای شما ساخته. خداوند حجر بتش، میگه از مردا گرد میمونه، از نامردا درد. واقعیت پدر دلسوزی بود، پدر بسیار مهربانی بود، تا آخرین رمق زندگی خود نمیمون که ما خوار زار باشیم. خدا خوار کرد، عمر خدا خوار کرد، اما ما را نمان که خوار شویم. بسیار تشکر، خدا مغفرتش بکنه. فقط امیره بگوین که خواست شما از حکومت یا از مردم پیام دارین، گفتنی دارین، کمره ما در خدمت شماست. و من خواهش شما از تجارای مایی است که اگر میتونین کمک بکنین بیاین، خیر است. اگر استاد در زندگیش نتونستین کمک بکنین، حال که نیز بر کسایی که بجا مانده، بر فامیلش حداقل دستشان بگیرین کمک بکنین. ما بازم میگم از همه هموطنانم تشکر میکنم، از همه دوستای ما تشکر میکنم که ما هم دردی کردن، هم شریک غم شریکی کردن. بازم ممنون همه هموطنای عزیز خود که از بخش رسانه ها، بخش همگیشان، همه ملت افغانستان که شنیدن، چی در بخش سایت های اجتماعی بوده، چی در یوتیوب بوده، چی در فیسبوک بوده، در هر سایتی که بوده، تلویزیون ها بوده، همه همو وظیفه ایمانی و وجدانی خود ادا کردن. ما از ملت خود خوش هستم، از مردم خود خوش هستم، یک جهان ممنون از همشان. بسیار تشکر، لطف شما. خداوند مغفرت، زنده باشین. کم هستیم، ممنون. استغفر الله، شما با عزت باشین. سلام، تشکر از شما که بیرنده گزارش شما بودین تا این لحظه. بسیار پستار خواندم در صفحه فیسبوک و گفتن ما مرده پرست هستیم. بیاین که قسم نباشیم، قدر یکی دیگه ما را بفهمیم. یک کسی که در پالی ما مریض می باشه، حداقل توجه کنیم، حداقل متوجه شویم، کمک کنیم، دوستش بگیریم. خداوند استاد مغفرت بکنم شما و استیدیوی صبح و زندگی. Thank you.